همتنان عزیز، بازم امسال ما در نمایشگاه بین المللی صادرات و واردات هستیم که کشورهای جهان سوم، کشورهای آفریقایی و اکثر کشورهای جهان در این شرکت میکنند و این نمایشگاه سابقه تقریبا 40 سال داره. ما خواستیم که از تعدادی از افغانهای ما که بعضشون مدت 5 سال و 7 سال و بعضشون هم مدت بیش از 35 سال هستن این شرکت میکنن، از جمله آقای توکل هستن که یکی از تجار بسیار سابقه دار هستن که بیش از 35 سال در اینجا هستن و شدن زیادتر، از خودشون پرسان میکنم آقای توکل بفرمایید که این اجناسی که قبلا از افغانستان میامد، بعضی ها میگفتن که از طریق پاکستان میاد، از افغانستان امکان نداره یا مشکلاتی است، میتونید علت زیر بگین که تا حال چرا این اجناس از داخل افغانستان صادر نمیشده و از پاکستان میامده؟ بله، برای از این زمانی که طالبا بودن صادرات مطمئنی وقفه پیدا کرده و خیلی از افغانهای ما رفته بودن به پاکستان و به پاکستان همون یه بعضی چیزا میساختن و ما خودمون رفتیم همون یه سفارش دارم توسط افغان ها از پاکستان، ولی هم که داره میدیم پاکستان نمیشتی متاسفانه، چون اجازه نمیداد پاکستان در جایی در اون که اگر پاکستان نوشته نباشه باز ما لیول توری درست کردیم که همون میدیم پاکستان این آزانه است که مشتری میدانه اون رو کنیم و ما میتونستیم پس کنیم که پاکستان میدیم پاکستان. یعنی واضح تر بگیم تمام افغانستان میره با پاکستان و از پاکستان و هر جای دنیا صادر میشه با مارک پاکستانی صادر میشه؟ با مارک پاکستانی صادر میشه. خب شما بعد از تحولاتی که در افغانستان آمده فکر کنم حتما افغانستان هم سفر کردیم، میتونی بگین که در افغانستان شرایط چی بود؟ آیا امکانات هست که در آینده بتونیم شما یه اجناس مستقیم از خود افغانستان وارد بکنیم؟ والا ما دو سفر که یکی هر سال و یکی هر سال رفتیم و سال افغانستان متاسفانه ایران نیست. یک کاری که خوب شد اگر کاری باشه و کال هم کاری باشه هر کاری که باشه مردم رجوع میکنن به نیون کار بدون از اینکه یک تجربه داشته باشن یا موزیش داشته باشن. اینمی متاسفانه بسیار ضرر زیادی برای صادرات افغانستان میزنه، چون اندازه از آلمان با خود برده که استین قد آستین کوفی چقدر باشه، قد خود چقدر باشه، شانه چقدر باشه، کمر چقدر باشه. وقتی که من زیاد سفارش دادم که آدمای ناشی هم به ما بین کار آمدن، این حال مشکل داریم که خیلی از سرمایه جنس بنده که به هر جا میفروشیم باز پس کار میکنه یا استین کوتاه یا دست به تقسیم یا این تحول هیچی رو نداره به افغانستان رو بزارد برد ما دارم که بزید که کل بشه داشته باشه در بین کسبه که کسبه این که دوامه تجارتی میگیرن در همون روزایی که میخواهند کار کنن دویی داشته باشن یا کلاسهای یا مثلا جاهای باشه کلاس آموزشی که در همون راستا اگه خیلی توسط اجناس که از افغانستان میاید اون حیثیت یک مملکت که توسط مستقیم با محکوم بودن و درسته کردن در این صورت ما خواستم تعمیر واضح تر باشم در میان یعنی تزای شما و خیلی از تجار این باشه که در داخل افغانستان در قسمت تولید مثلا پوست
از آموزش های ابتدایی یا متوسطه برخوردار باشه. بله. تا یک کتن جنس مرغوب با دیزان های حقیق کنه. بله. چون یک سفارش کتاب گیری بله. ما اون در فروش کنیم و حالا هم در فروش هستم. وقت سفارش به ما سفارش میدن که مثلا سایز 36 تا 3 سایز برای اشخاص های نرمال، برای اشخاص های چاق و برای اشخاص های لاغر. او از خواه یک استرگرد داره چقدر باشه، شانه چقدر باشه، بقل چقدر باشه. این هم وقتی ما به افغانستان سفارش میدیم میفرستن دیگه و هر دست آمد این حال ما که بفرستیم به مشتری را برمیدیم. همه تا حال از بالن به ما جنس آمده از جنس پس این بهتر است که شما در مسابقاتی که در آینده به افغانستان کردین با مسئول این مسائل به عنوان درگیر حتما، چون نماینده اتاق های تجارت آقای رنجبریان نماینده نبود، نماینده اتاق تجارت باشید که نامشان هم مکاتشان هم دارم. در هامبورگ هستن؟ بله. نخیر در خود کابل بودن، از کابل تشریف آوردن. ما با اونا شیشتیم صحبت کردیم و من انشاءالله برم حتما به وزارت تجارت مراجعه میکنم و همین خواهشات زریات خود میگم داده میشه. من فکر میکنم که واقعا صادرات افغانستان آقای دشمن نمانده اتاقای تجارت در آمده بودن با آلمان و ما همراهی از آلمان داشتیم. نشست عمومی بود، یک مرم دعوت کرد و ما هم اطلاعاتی کنه آورده بودن، اطلاعات خوبی منطقه مشکلی دارن واقعا جنس افغانستان کنند به این کشورهای امریکایی همین مشکلات دارن. یعنی در مجموع اگر اجناسی که شما گفتین با او خصوصیاتی که شما گفتین به این که شما گفتین که هنوز هم اجناس افغانی به اصطلاح مردم علاقمند هستن بخریدش؟ ما حتی با وجود رژیم از یک کسی که در این راستا کار بسته از افغانستان میره به هند به نام بسته هندی صادر میشه، بسته افغانستان میره به ایران صادر میشه، در صورتی که بسته افغانستان خودش از واقعا خیلی بزرگتر است ولی چون استاندارد نمیتونند اون رو پاک کنند یا خندان کنند، خندانی که بزنم به دست کنم اما که یک سال نرفتم فکر نمیتونم فابیکی باشه که بتانم بستر درست نران کنند به استاندارد اروپا بسنم را کشمش هست بسنم هست. خیلی چیزا هست در افغانستان که امکانات و سکونش هست و میتونند لطفاً کتا بگن آقای توکل چندین سال از کجا برینده باشد؟ من برلین از سال 1968 68 میلادی 36 سال 36 سال در این دمشقه شد 40 سال خب بسیار تشکر از شما، امیدوارم تقاضاها خواهشایی که شما داشتین از وزارت تجارت افغانستان و گرفتن خود شما و در میان گذاشتن این مشکلات اونا به فکر که حتما و علاقمند برای ترویج و مرکوب بودن اجناس افغانی که بخارج میشه حتما هستن با صحبت های شما هستن. آسوی ما معمیز و ما ترکی کشور من نیم بسیار تشکر است.